سلام شنبه 26 آذر 1401 17 دسامبر 2022 میلادی با عذرخواهی از اینکه با یک روز تأخیر این برنامه خدمتتون ارائه میشه به دلیل مشکلات پیش آمده دیروز نتونستم خدمتتون برسم مطالبی رو برای گفتار امروز در نظر هست که خدمتتون عرض میکنم مطلب اولین اینکه فیلم ویدئوی مجید رضا رهنورد که تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرد برای اینکه او رو در چشم مردم بیدین یا فاسد یا هر چیزی نشون بده موجی از حمایت و محبوبیت برای این دلاور خراسانی به بار آورد در این ویدئو که دو میر دو عامل اعدام در دسوی او ایستادند و بازجو خبرنگار از او میپرسه که در وسیعت نامت نوشتی یعنی وسیعت نامه او رو هم باز کردند و خوندند که در مرگت شادی بکنن و رقص بکنن و غیره این دلاور خراسانی که حرف او آدم رو به یاد بزرگان عرفا مثل منصور حلاج میندازه که بر دار بوسه زد و یا مولوی میندازه که در مرگ صلاح الدین زرکوب قونوی دسته موسیقی صدا کرد و خودش جلوی دسته موسیقی و جنازه شروع به رقص و پای کوبی کرد تا گورستان میاندازه گفت بله من دعا نخونید قرآن نخونید و بر مرگ من شادی کنید این فرهنگ که کاملا مقابل فرهنگ حکومت اشک و آه و گریه و روزه و عزاداری است روحیه جوان امروز ایران رو نشون میده روحیه ای که سراپا شور زندگی زندگی خواهی و امید و سرفرازی است این جوان یکی از سمبل های میهن ما و مملکت ما خواهد بود مجید رضا رهنور پهلوان دلاور خراسانی که اکنون تبدیل به یکی از اسطوره های این سرزمین شده و حکومت با غلطی که کرد در واقع بیش از پیش به محبوبیت مجید افسود و به منفور بودن خودش اضافه کرد در ادامه ای ایجاد رعب و وحشت و اینکه حکومت بتونه بگه من هیچ چیزی رو تحمل نمی کنم ترانه علی دوستی هنرپیشه سرشناس هم امروز شنبه بعد از ظهر بازداشت شد کسی که عکس بی خودش رو با شعار جن جیان آزادی کاغذی که در دست داشت پست کرده بود و بعد از اعدام ها مطالبی رو نوشته بود در اعتراض به اونها و دفاع از مردم همینطور اشکان دژاگه کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال رو هم ممنوع خروج کرده به دلیل پستی که گذاشته بوده و به این ترتیب دیده میشه و ده ها نفر دیگه و روش هایی که حکومت در پیش گرفته دیده میشه که چگونه این حکومت فکر میکنه که با این روش ها و ایجاد ترس و وحشت هرچه بیشتر میتواند که مردم رو برگردونه به خانه ها و از اعتراض منصرف کنه پستی رو هم برادر میسم, کیا... میسم پیرفلک پدر کیان پیرفلک کودک نابغه ای که به توسط حکومت به قتل رسید گذاشته که این هم تبدیل به یکی از داستانهای استورهوار این روزهای مملکت شده پس از اینکه کودک نه ساله رو کشتند پدر او که مجروح و مدتها در آی سی بود در بیمارستان بود هنوز نمیداند که پسرش کشته شده و با شادی گفته درسته من زخمی شدم زمینگیر شدم ولی خوشحالم که خانوادم در سلامت هستند و هنوز کسی جرأت نکرده به این پدر بگوید که فرزند دلبندش که اکنون فرزند تمام ایران هست در این هجوم وحشیانه حکومتگران به قتل رسیده همچنین آیدا رستمی پزشک ساکن تهران که مرگ مشکوکی رو داشت پزشک قانونی هم گفته سقوط از بلندی و غیره آثار ضرب و جرح و شکنجه بر بدنش دیده شده آیدا رستمی پزشکی است که در منزل مناظر مختلف به مداوای مجروحین اعتراضات میپرداخته به دنبال قتل آیدا رستمی ربایش دانشجویان سر نیست کردن اونها که روش است که در امثال دیکتاتورهای نظامی آرژانتین و شیلی سراغ داشتیم حکومت پزشکان و کادر درمان هم فراخوان دادند که برای سه روز دوشنبه سه شنبه چهارشنبه چهار که اعتراض و اعتصاب فراخوان داده شده بخواهند پی پیوست و همراهی خواهند کرد با معترضین و اعتصاب کنندگان در سراسر کشور اما دیروز جمعه زاهدان حسب معمول و سایر نواحی بلوچستان سراپا اعتراض بود مثل مرگ بر حکومت بچه کش جمهوری اعدامی که اسم مناسبی است برای جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی اعدامی یا جمهوری اعدامی در این تظاهرات سر داده شد زنان دلیر بلوچستان تناب دار به عنوان سمبل حکومت بر گردن خودشون گذاشتن و اعلام کردند که تا پای جان ایستادند مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان هم عنوان کرد که اعدام ها و به اعدام ها و حکم محاربه و غیره اعتراض کرد همینطور اعتراض به حکم اعدام دکتر قره حسندو که مدتی است مطرحه همچنین دیشب در چیتگر اکباتان کرج منیریه در تهران و دهها نقطه دیگه در کشور کماکان اعتراض و شعار از در, در خیابان یا بر روی بام ها ادامه داشت و حکومت هم از ترس فراخانی که داده شده برای دوشنبه سهشنبه چهارشنبه اعلام کرد که مدارس از فردا و دانشگاه ها تعطیل خواهد بود به بهانه آلودگی هوا در تهران احتمالا تمدید هم خواهد کرد چهارشنبه و پنجشنبه رو برای اینکه نگران قافل از اینکه وقتی مدارس و دانشگاه ها رو تعطیل کنه درسته همدیگر رو نمی بینند اما فرصتی پیدا می کنند تا در سطح محله و کوچه و خیابان فعادیت داشته باشند برای اعتراضات بسیار مطرح شده که هر کس می خواهد به نوعی اعدام ها متوقف شه هر کس که دلش به درد آمده از اعدام جوانان رشید مملکت به نوعی در اعتراضات باید شرکت کنه شبها به خصوص در کوچه ها خیابان ها و اگر خطری هست در پیاده روها به شکل سقوط روشن کردن شم در گذرگاه ها و یا راهبندون بستن ترافیک به صدا در آوردن بوغ به نوعی در واقع اعتراض سراسری هرچه گسترده تر در سطح تمام کشور برگزار بشه ای که به رژیم بچه کش و آدمکش خواهد خورد بزرگتر خواهد بود و عقب نشینی که اون بار در مسابقه فوتبال ایران و آمریکا کردند بیش از پیش ناچارن انجام بدن اعتصابات هم با فراخان اعتصاب کارکنان رسمی نفت در واحدهای صنعتی و عملیاتی از روز شنبه 26 آذر در چند شهر جنوب کشور شروع شده مثل ماهشهر، اهواز، اسلویه، گچزاران، تنگ بیجار کارکنان رسمی آتش نشانی هم پیوستند به در وزارت نفت به این اعتراضات همینطور شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم فراخان دادند برای اعتصاب عنوان کردن به عدم امنیت شغلی و اینکه اعدام ها سرکوبگری ها بیش از پیش بردگی کارگران را به همراه خواهد اقدام به ترور در درون وزارت اطلاعات در سطح معاون و دو مدیر کل کشف شد ناکام موند ولی چهارمی در سطح مدیر کل امور روحانیت وزارت اطلاعات به نام حجت الاسلام رحیمی این مدیر کل با حال وخیم در بیمارستان بستری است همینطور چهارده نفر به اتهام جاسوسی و ارسال اسناد و پرونده های حساس به سرویس های غربی در سازمان های انرژی اتمی پدافند غیر عامل، سازمان زندان ها و وزارت دفاع بازداشت شدن همچنین در سیلوی موشکی خرم هم دو موشک نقطهزن شهاب روی حالت خود انفجار قرار داده شده بودند که کشف شدند و ولی اگر منفجر می شدند کل سیلو در خطر بود و برای 24 ساعت هم این مرکز موشکی اساسا از شبکه خارج شد مجموع این اخبار نشون میده که چگونه در درون حکومت در لایه های مختلف هم مشکل و ناامنی وجود داره جالبه که در مورد ترور مسئولین وزارت اطلاعات در درون اطلاعاتی ها این بحث مطرحی که ممکن است که انگشت اطلاعات سپاه در اون باشه به دلیل اختلاف شدیدی که بین این دو ارگان به وجود اومده اما دلار وارد کانال 39000 تومانی شد و به 39300 تومان هم رسید و همزمان گزارش های متعددی هم هست که این عرازل و اوباشی که میفرستند به خانه ها حمله میکنند به منازل و برای بازداشت فرزندان و این کشور وسایلی مثل پول، سکه، طلا، کامپیوتر و غیره رو بر می دارن و پس نمیدن برای خودشون این مکرر گزارش شده و نشون میده چگونه در واقع یک گروه خودسر بی انضباط و دزد اطراف خامنه ای رو گرفتن و ابزار سرکوب او شدن به امید پیروزی ایران و ایرانی